فیلم هایی که وجود فضایی ها رو میخوان به شما اثبات کنن. دیلاسیا سلام. امروز من با هم دیگه آخرین نسخه فیلم VHS یعنی VHS Beyond رو ببینیم. پلیلیستش رو این بالا میذارن، نسخه های قدیمیش هم هست. سبک فیلم VHS کلا ویوهایی هستش که حالت فان فوتیج دارن، یعنی با دوربینای گوشی، هندیکم و اون چیزا فیلم برداری شدن، خیلی حالت طبیعی به خودشون میگیرن. بریم با هم ببینیمش. حواستون به کامل صحنه های قشنگش باشه. با شروع فیلم با کارگردانی آشنا میشیم که جلوی دوربین صحبت میکنه و برای ما تعریف میکنه که یه مستند ساخته بر اساس یه سری حقایقی که به دستش رسیده. چند وقت پیش یه نفر از سایت ردیت اعلام کرده که چند تا ویدیو واقعی داره که اثبات میکنه فضایی ها وجود دارن. این ویدیوها به دست کارگردان رسیده و حالا مستندی در مورد اونها ساخته. یه حرف جالبی هم کارگردان میزنه، اینکه عموم آدم ها دوست ندارن فضایی ها رو باور کنن، چون اگه وجود اونها اثبات بشه خیلی از باورهای دیگه شون زیر سوال میره. خلاص که میرن سراغ اولین ویدیو. پیما میبینیم تولد یکی از اعضای گروهشونه که با همسرش اینجان و قراره همشون انجا با چت نجات بپرن پایین تا یه سورپرایز برای تولدش باشه. فیلمی هم دارن میگیرن و بهش تبریک میگن و در آخر دوربین دست خود پسر میدن که تولدشه. خیلی هم ترسیده وسط همه فیلم گرفتن و یه رفعه خلبان بیه که اون طرف رو نگاه کنید و متوجه میشن یه سفینه فضایی اونجاست. یه رفعه غیب میشه و طرف دیگه دوباره میبیننش. اول قضیه رو شوخی گرفتن، ولی لحظاتی بعد جت‌های جنگی هم روی هوا میبینن که دوباره سفینه فضایی هم ناپدید میشه. این بار جلو نگاه میکنن که سفینه اونجاست و هواپیما باهاش برخورد میکنه. حالا همشون پرت میشن پایین. هول کردن، یه سریشون دست و پاشون رو از دست دادن و نمیتونن کاری انجام بدن. چند تاشون چتر نجات میزنن و پسر فیلم بردارن با اینکه هول کرده لحظات آخر چتر رو میکشه، اما خب یه مقدار دیر و وقتی میخوره زمین به شدت آسیب میبینه. اینم بگم چون بار اولش بوده با یکی از دوستاش با همدیگه چتر مشترک داشتن، ولی وقتی که نگاه میکنه میبینه دوستش موقع برخورد به زمین سر خودش رو از دست داده. زک یعنی پسر فیلم بردار و همون کسی که تولدشه صدای یکی از دوستاش میشنوه و میره دنبالش که ببینه دو تا رفیقاش آسیب دیدن ولی زندن، ولی یکی دیگه شون به شدت مجروح شده و هرچی سعی میکنن نجاتش بدن موفق نمیشن. یه رفعه زک صدای همسرش رو میشنوه و با سرعت دنبالش حرکت میکنه که وسط درختها یه موجود فضایی رو میبینه که با سرعت به طرف دیگه میره. برمیگردن پیش رفیقاش، دوباره پا به فرار میذارن که موجود فضایی یکیشون رو گیر میندازه. حالا زک دوباره صدای همسرش رو میشنوه و میخواد بره سمتش که یه لحظه توقف میکنن و همین کافیه تا موجود فضایی بتونه یکی دیگه شون هم با خودش ببره. زک و اون یکی رفیقش دوباره پا به فرار میذارن که دفعه پای خودش لیز میخوره و میفته و موجود فضایی به طرفش میاد. منتهاشون رفیقش اومده کمکش، موجود به جای زک به اون حمله میکنه. اکله موجود فضایی یه لیزر زرد رنگ یه رفعه به بیرون پرتاب میشه و به دوستش میخوره که زک برای نجاتش سعی میکنه یه پرتقال طرف موجود پرت کنه، اما همون کافیه که عصبی تر بشه، از دستش تیغ هایی در بیاره و به بدن دوستش بزنه و با جریان برق اونو کاملا بسوزونه. زک طرف دیگه دوباره فرار میکنه. کمی جلوتر همسرش میبینه که روی زمین بی حرکت نشسته، به آروم میره سمتش و همین که برش میگردونه میبینه پوست صورت اون از بین رفته و جونش از دست داده. میشینه زمین و از ته دل فریادی میکشه. باز از جاش بلند میشه و ادامه میده که وسط خیابون یه ماشین رو میبینه و متوقفش میکنه. اما وقتی میشینه داخل، یارو فکر میکنه این دزد و روش اسلحه میکشه. همین لحظه موجود فضایی به این بنده خدا حمله میکنه و اونم اسلحه شلیک میشه و دو تا از انگشتای دست زک میپره. طوری نمیکشه که زک میفهمه چند تا از این موجودات فضایی اینجا، چون یکی دیگه شون یهو میاد توی ماشین و بهش زل میزنه. مغزش باز میشه، همون نور زرد رنگ بیرون میاد و یه رفعه از جاش ناپدید میشه. زک میشینه پشت فرمون، اما قبل اینکه فرار کنه همه چیز داخل ماشین به حالت معلق در میاد. نور آبی رنگی رو میبینه که اونو به بالا میکشه و در نهایت یه رفعه سمتش حمله میکنه و اینجاست که فیلمش به پایان میرسه. دوباره صحبت کارگردان این مستند رو میبینیم که بازم در مورد وجود موجودات فضایی و اینکه اگه اثبات شن چقدر خطرناکه صحبت میکنه و میریم سراغ فیلم بعد. این فیلم از دوربین لباس پلیس ها ضبط شده. یه گروهی از پلیس ها کنار هم دیگه آماده ماموریتی شدن که مدت هاست براش برنامه ریختن. چند وقت دارن بچه های شهر گم میشن و بالاخره فهمیدن که کی این کارا رو داره میکنه. یکی از مامورهای پلیس هم پسر خودش رو توی این قضیه ها گم کرده. برای همین الان میخوام برن سراغ سرنخشون. ماموری که پسرش رو گم کرده اسمش الیست و خیلی سر این ماموریت عصبانی و مضطربه. برای همینم خیلی از مامورهای دیگه میگن نباید با خودمون بیاریمش، ولی به هر حال گروهبانشون مخالفت میکنه و میگه باید کنارمون باشه. به مقصد میرسن و اولین چیزی که میبینن یه مردی که با رفتارهای عجیبی داره قدم میزنه و یه اره برقی هم دستشه. وقتی از در فاصله میگیره مامورا خیلی سریع وارد میشن و الیس با شکستن در میره تو. یه دفعه میبینن مرد یه طبقه بالا میاد و با وحشیگری حمله میکنه. صداهای ضربات پای دیگه میاد و آدمهایی میان که همشون شبیه زامبیا رفتار میکنن و مامورا یکی یکیشون رو از بین میبرن. این وسط کسی که اره برقی داشت سمت یکی دیگه از مامورا حمله میکنه که به اتاق بالا پناه میبره و اینجا با یه مجسمه مواجه میشه. مجسمه که شبیه یه پرنده است، دور تا دورش رو شمع چیدن، انگار یه مراسم شیطانی برقرار کردن. طبقه پایین بالاخره مرد در اره برقی دارن از بین میبرن و حالا که به جنازه ها نگاه میکنن متوجه میشن همشون روی پیشونیشون یه چسب زخمی قرار داره که انگار چیزی رو وارد مغزشون کردن.
صدای از طبقه بالا میاد و همشون شوکه میشن. وقتی میرن نزدیکتر، الی سرفی صدای پسرش رو میشنوه و با سرعت میدوه بالا. بقیه با همون همکاری تیمیشون میرن و دیگه الیسو پیدا نمیکنن. وارد اتاقی میشن که روی سقف سوراخه و متوجه میشن انگار یه شهاب سنگ از آسمون اومده و افتاده توی همینجا. شهاب سنگ هم باز شده و انگار کسی ازش بیرون اومده. یه دفعه یه مرد دیگه شبیه زامبی میاد جلو و همونجا بهش شلیک میکنن که میفته روی زمین. چسب زخم رو سرش رو این بار باز میکنن. وقتی داخل نگاه میکنن یه چیز خیلی وحشتناک میفهمن. هیچ کدوم این آدمهایی که اینجا بودن اصلا انگاری مغز ندارن، مغزشون بیرون کشیده شده. یه دفعه صدای الیس رو از بالاترین طبقه خونه میشنون و میرن سمتش، اما راه بسته است. یکی از مامورا عره برقی کسی که کشته بودن رو برمیداره که یه دفعه همه زامبیا دوباره بلند میشن. حالا با عره برقی بهشون حمله میکنه و وقتی نابودشون میکنه برمیگره پیش بقیه و بالاخره راه آخرین طبقه رو هم باز میکنن. اینجا صدای شیطانی رو میشنون که انگار داره لالایی میخونه و وقتی دنبالش میرن با صحنه وحشتناکی روبرو میشن. یه عالمه گهواره که همه دختر و پسرهای دزده شده توی اونان و سر و بدنشون خونیه و رفتارهای عجیبی هم دارن. یه دفعه طرف دیگه یه اتاق صدای الیسو میشنون که فریاد میکشه و وقتی نگاه میکنن یه موجود وحشتناک فضایی رو میبینن. موجودی که شبیه پرنده است و نوکش رو توی مغز الیس کرده و مغز اون رو بیرون میکشه. بعدم روشو به یکی از قربانی ها میکنه و مغزی که بیرون کشیده بود رو مجبور میکنه بخوره. مامورایی که عصبانی شدن همه خشاباشون روی این موجود فضایی خالی میکنن. یکیشون که تازه کار گوشه وایساده که یه دفعه الیس شبیه زامبیا بهش حمله میکنه و بهش آسیب میرسونه. بعدم میره سمت بقیه مامورها که الیسو از بین میبرن. موفق میشن موجود فضایی رو زمینگیرش بکنن و در آخر مامور تازه کارو بلند میکنن و از اینجا خارج میشن. تصمیم میگیرن که به خانواده این بچه‌ها نگن چه اتفاقی اینجا افتاده. دوباره مستندسازو میبینیم. یه مصاحبه با چند نفر داره که کارشون جلوه های ویژه است و در مورد این صحبت میکنن که چرا همه فیلم هایی که در مورد موجودات فضایی و سفینه هاست با کیفیت پایین و VHS گرفته شدن. چون اگه با کیفیت بالا باشه همه میفهمن که دروغه. میریم سراغ ویدیو بعدی. یه گروهو میبینیم که کارشون محافظت از حیوانات تو دارن ویدیویی رو تماشا میکنن. ویدیویی از یه زنی که آموزشگاهی برای سگ ها داره و میگه اگه خواستید مسافرت برید میتونید اونارو بیارید تو این پانسیون تا ازش مراقبت بکنیم. این گروه متوجه شدن که چند تا تاکسیدرمی از سگ اونجا وجود داره که برخلاف حقوق حیوانات و برای همینم هم تصمیم میگیرن باهاش مقابله بکنن. دو تاشون خودشون به عنوان مشتری جا میذارن و میرن به اونجا که مثلا سگشون رو میخوان برای آموزش کنار این زن بذارن. اونم شروع به تعریف همه کارهایی که انجام میدن میکنه و همه چیز عادیه تا وقتی در مورد همون مجسمه ها و تاکسیدرمی ها سوال میشه. اینم بگم فیلمی که دارن میگیرن از دوربینی که تو کیف سگشون قایم کردن. استوارت که کیفو حمل میکنه از زن میپرسه چرا این کارو با حیونا میکنی، واقعا گناه دارن؟ اونم یکم عصبانی میشه. میگن که آروم تر شده میاد طرف سگی که آوردن و اینجاست که متوجه دوربین داخلش میشه و مستقیم به ایش زور میزنه. اما خودشو میزنه به اون راهو میگه بیاد بریم جایی که سگا رو آموزش میدم و بهتون یاد نشون بدم. تو راهی که میخوان سمت زیر زمین برن متوجه مردی میشن که تو اتاق دیگه است و این زن میگه برادرم نگرانش نباشید، از بعد تصادف کلا صحبت نمیکنه. رفتار مرد عجیبه، انگاری اصلا هیچ حسی تو صورتش نیستش. میرن به زیر زمین، کمی اینور اونور نگاه میکنن و به جایی میرسن که یه دفعه زن بهشون میگه اینجا حیوانایی که کارهای بد انجام میدن تو زندگی شخصی دیگران دخالت میکنن و نگهشون میدارن. یه دفعه پرده رو کنار میزنه و مردی رو میبینن که توی قفسی زندانی شده. برادر زنو که بالا دیده بودیم حالا میادش پایین سمت استوارت حمله میکنه و بعدم اون یکی دختر رو بیهوش میکنه. ساعتی گذشته و میبینیم دوستاشون به اینجا دارن زنگ میزنن و میگن که چند تا از همکاراشون به اینجا اومدن و گم شدن، ولی زن اصلا جوابش رو نمیده. اینم متوجه میشیم که زن که اسمش هم بکیه از دوربین اونو داره استفاده میکنه و حالا برای خودش ولاگ میگیره و توضیح میده که چه کارهایی میخواد انجام بده. از جمله اینکه با بیرحمی یکی از زندانی های خودش رو میاره و حالا دست و پای سگ واقعی رو به اون پیوند میزنه. بعدم توضیح میده که برنامه داره حتی دندون های این مردو هم عوض بکنه و دماغش هم میخواد شبیه سگا کنه. دوستای استوارت که حالا نگرانشون شدن خودشون به اینجا میان و بکی هم از تلویزیون اونا رو میبینه. وقتی اونا شروع به گشتن میکنن بالاخره راه زیر زمین رو پیدا میکنن و همین که میرسن دوستشون استوارت رو میبینن که با دستای شبیه سگ گوشه بسته شده. بکی که از قبل منتظرشونه بهشون خوش اومد میگه. این در حالیه که تو اتاق کناریش میبینیم که آدمهایی که شبیه سگ دارن حرکت میکنن فریاد میکشن. یه رفیق پرده رو کنار میزنه و به اونا دستور حمله میده. یه حمله وحشیانه که تو چند ثانیه بدن همشون تیکه تیکه میشه و بکی با لذت داره نگاه میکنه و برادرش هم از همه چیز فیلم میگیره. با آروم شدن همه چیز بکی سمت یکی از همین سگای دست آموز خودش میره، بهش جایزه میده و ازش تشکر میکنه. بعدم میبینیم که میاد طبقه بالا و این سگ واقعی کلا زندگیش اینطوری شده. با صحبت های دیگه از کارگردان مستند میریم سراغ ویدیو بعدی. زنی رو میبینیم که یه پیج داره و در مورد ماورا طبیعت توش پست میذاره. هر وقت خبری پخش میشه میره اون مکان بررسی میکنه، ویدیوهای کاملا تازه میگیره و همه اونها رو به مردم ارائه میده. الانم جایی رفته که گفتن تازگی یه سری شیء نورانی روی هوا مشاهده شده. از چند نفر مصاحبه میکنه و همشون تایید میکنن که 6 شیء نورانی چند شب پیش روی هوا بودن، یکیشون حرکت کرد و انگار روی زمین فرود اومده. یکی از شاهدان دختریه که این موجودات فضایی رو سایه ها صدا میکنه. میگه اون شب من بودن توی اتاقم، میخواستن همه سلام ببرن ازشون
خواهش کردم این کارو انجام ندن. فیلم بردارم که این دختره خیلی خوشش اومده، جا سویچی خودشو بهش هدیه میده. خلاصه این فیلم بردار تصمیم میگیره جاهایی که موجودات مشاهده شدن کم کنه، بلکه تحقیق بیشتری رو به دست بیاره. همین شب اولم اشیاء نورانی توی هوا میبینه و دوربینش مادون قرمز تغییر میده و متوجه میشه کلی زندگی و حیات توی اون قسمت وجود داره. یکی از اشیاء نورانی یه دفعه حرکت میکنه و به نزدیکیش میاد، اونم سوار ماشینش میشه و دنبالش راه میفته. وقتی میرسه به آرومی سمتش قدم برمی‌داره و متوجه میشه سفینه یه که روی زمین فرود اومده و کاملا مشکیه. یه توضیح خیلی کوتاهی هم میده که اگر موجودات فضایی از کهکشان کناری کهکشان راه شیری اومده باشن، حداقل دو هفته تو راه بودن، که خب غیر ممکنه چون اونجا حیاتی وجود نداشته. احتمالاً از کهکشان کناریش اومدن، که یعنی 28 سال ما زمینی‌ها توی راه بودن. یواشکی وارد این سفینه عجیب میشه و از همه جاش فیلم میگیره. متوجه چیزی شبیه یه نخ روی دیوار میشه و همین که بهش دست میزنه دستش به شدت آسیب میبینه، اما صدای زنگی میاد و یه دفعه از سقف کلی پودر روی زمین میاد که همین که به انگشتش برخورد میکنه انگار نه تنها زخمش خوب میشه، بلکه پوست انگشتش رو کاملا دو برابر میکنه. توضیح میده این پیشرفت در درمانی که میتونه توی دنیا وجود داشته باشه به قدری قویه که میتونه اصلا پوست انسان رو حتی افزایش بده. جاهای دیگر رو هم مشاهده میکنه و متوجه میشه که این موجودات فضایی از روی زمین دارن حیوانات رو جمع میکنن تا در مورد حیات روی زمین تحقیق بکنن. صدای ورود یکی از موجودات میاد و سری دختر یه گوشه پناه میگیره. میبینه که این موجود فضایی به آرومی میاد داخل، میره قسمتی که شبیه دستگاه خواب مصنوعیه و دور تا دور خودش رو میبنده. این دختر که خیلی کنجکاو شده یه بار دیگه از همون نخ روی دیوار استفاده میکنه و پودرها روی زمین میریزن و این بار پوست دستش نه تنها باز بیشتر میشه، بلکه ناخونهاش هم حتی بلندتر میشن. حالا میخواد خیلی سریع از اینجا خارج شه، اما دیگه دری که ازش اومده بود داخل وجود نداره. یه لفه سر و صدایی بلند میشه و دختر روی زمین میفته و انقدر فشار هوا زیاده که چند لحظه چند تا خودش رو میبینه. سر و صدا بیشتر میشه، جاذبه داخل سفینه از بین رفته، دوربین خودش میچرخه و بالاخره به شرایط پایدار میرسه که دختر میفهمه از جو زمین خارج شده. با وحشت و هیجان توضیح میده چه اتفاقی داره میفته و دوباره همین اتفاقا میفته و سفینه با یه سرعتی فوق العاده زیاد و غیر قابل باور از کهکشان خارج میشه. پودرهای درمانی دوباره توی فضا پخش شده و میبینیم انقدر فشار زیاد بوده که این دختر انگاری تمام بدنش متلاشی شده، اما با کمک این پودرها دوباره سر هم میشه، ولی به یه شکلی کاملا دفرمه و غیر قابل باور. سکانس آخر این فیلم هم میبینیم که موجودات فضایی دارن روی این زن تحقیق میکنن و یه لحظه هم همون جاسویچی که به اون دختر داده بود رو میبینیم، که یعنی اون آدما رو هم دزدیدن و اینجاست که این یکی فیلم هم تموم میشه. حالا میرسیم به آخری که کارگردان مستند برای تمام کسایی که باهاش مصاحبه میکنه یه تبلت میاره و این فیلم آخر رو بهشون نشون میده تا تایید کنن که واقعیه یا نه. همینطور هم رو صفحه نوشته میشه که هیچ کسی نتونسته تا حالا اینو ثابتش بکنه. اگر شما فیلم سازید یا توی این کار سررشته‌ای دارید خوشحال میشیم نظرتون رو بدونیم. آخر فیلم اینطوریه که یه دوربین ثابت قرار گرفته و یه موجود فضایی رو میبینیم که مردی رو به تختی بسته. با آرومی سمتش میره و یه چیزهایی رو نشون میده که مشخص نیست کاملا چیان و یه دوربین رو در نهایت به زور وارد حلق این مرد میکنه و از داخل بدنش یه سری فیلم ضبط میکنه که برای تحقیقات خودشه و اینجاست که فیلممون کاملا به پایان میرسه. فیلم VHS بیان با نسخه‌های قبلیش تفاوت داره. مهمترینش هم اینه که قرار نیست ویدیوهایی رو ببینیم که کلاً کیفیتشون پایینه. اکثر ویدیوهایی که توی این فیلم دیدیم با دوربین‌های های کوالیتی گرفته شدن و خب یه مقدار وحشت فیلمو بالاتر بردن. یه فرق دیگه‌ش هم اینه که ما داریم به این مستندساز نگاه می‌کنیم که این ویدیوها رو بهمون نشون داد. دو نسخه‌های قبلی مثلا می‌رفتن یه جای یه سری ویدیو پیدا می‌کردن و دونه دونه می‌دیدن، آخر یه بلای سر خودشون می‌اومد. اما توی این اینطوری نمیشه. کلاً وجود UFO آدم فضایی‌ها همیشه بحث بشریت بوده که خیلی هم در موردش فیلم ساختن. چیزی هم هستش که به هر حال هر کسی یه باوری برای خودش داره. من چند بار دیگه هم گفتم به نظرم خیلی کوتاه فکریه که توی همچین دنیای به این بزرگی با این همه کهکشان و این همه داستان مختلف فکر کنیم خودمون تنها موجودات زندهمون هست. من همیشه فکرم اینطوری بوده، ولی هیچ چیزی نمیتونم برای اثباتش بیارم. طرز فکرم صرفا این نیستش که بخوام به شما تحمیلش بکنم یا بگم بر این فکت و این فکت و این فکت. نه، خیلی چیزا هستش که فیلمای الکی ساختن یا صرف فیلم جوابی براشون نیستش. من دارم نسبت به برداشت خودم از این دنیا میگم. وقتی که اینقدر بزرگه به نظرم خیلی کوتاه فکریه که فکر کنیم خودمون تنها موجودات زندهمونیم. به هر حال نظرتون رو برام بنویسید و برام خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسیم.